خب این که تمام واکنش شما می‌خواستید. نه حضور داره امضا نمی‌کنه. نه حضور که داره. من یکی فکر می‌کنم این که از باز حالا صفت درخشان‌ترین بگم یه خورده ممکنه خصتایی درش نهفته باشه. ما سه‌جانبه گرایی رو در دولت 11 و 12 به شدت دنبال کردیم. نماینده های انتقادی ترین نماینده های کارگری رو به شورای عالی کار شدن. واقعا منتقد ترین و انتقادی ترین نماینده های کارگری مادن عضو شورای عالی کار شدن. هیچ نماینده ای که از جانب کارگری در شورای عالی کار باشه و به فرموده باشه مثل یک دورانی وجود نداره. و این نمیخوام بیشتر وارد بحث بشم. و خیلی هم سالهای سال بین مزد و تورم چنان شکاف وحشتناکی ایجاد شد که قدرت خرید کارگر پایین اومد. بیانی هم نکردن، چیزی هم ننوشتن، حرفی هم نزدن در سالها. و خوشحالیم که امسال جریان کارگری که حضور داره در چانه زنی ها، حضور داره نشسته پای چانه زنی ها و آخر با اقتدار میگه که من نمیخوام امضا بکنم این مصوبه رو. این شرایطی که به هر حال سه جانبه گرایی است و دولت ایجاد کرد. بنابراین از اصل قضیه مطمئن باشیم که اتفاقا بخش‌های انتقادی جامعه کارگری هم هستن. سه نماینده رسمی که با 6 نفر خودشون هم همراهشون میارن، معمولا با مشاورین مختلف میان در جلسه، بین 6 تا 9 نفر معمولا در جلسه حضور داره. تصمیم سه جانبه گرایی یعنی دو سمت کارفرمایی و کارگری باید حتما بپذیرن. بنابراین اول بفهمیم که اینجا سه جانبه گرایی وجود داره، یعنی یک سمت کارفرما وجود داره. در شرایطی سیاستگزار یا تصمیم گیری که حالا زیر سوم بگیم دولت زیر سوم حضور داره، ناچار هم گردش کارگاه رو ببینه، هم عدم اخراج کارگر رو ببینه، هم زندگی و معیشت کارگر رو ببینه. و خب حالا در دوره های طولانی ذهنیت ها چون فاصله زیادی بین قدرت خرید و کارگر افتاده بود، وزارت کار همواره به سمت کارگران موضع‌گیری کرد، جهت‌گیری کرد، رأی داد. برخی موارد کارفرما امضا نمی‌کردن، روز آخر می‌دادن، لحظه آخر و دقایق آخر امضا می‌کردن. این اتفاقات هم خیلی می‌افتاد که یک سمت دیگه امضا نمی‌کرد. پس اینم تو سنت تصمیم‌گیری اینجا وجود داشت.